فرمان آرای در اتوکد ویژه زمانی است که شما بخواید از یک موضوع و یا یک ترسیم کپی های گروهی داشته باشید و به صورت مجموعه یک سری آرایه ها رو تهیه و تولید بکنید. خب برای مثال شما دارید یک سطح نما مثلا طراحی میکنید از نماهای آرک متال و میخواید یک شبکه منظمی از این مجموعه رو داشته باشید. خب من شروع میکنم و یک سطح رو اول ترسیم میکنم به عنوان یک مدل. برای مثال با فرمان رکتنگ یک سایز 20 درسی اینجا وارد میکنم و میام میگم که حالا اینجا این شبکه‌ای که خواهم داشت یک موضوع دیگر هم به همین مدل و همین سایز دارد، ولی این بار با یک روتیت 90 درجه موضوع ما ممکن است به این شکل با همدیگه درگیر شده باشه. همچنین شما ممکنه قسمت‌های از موضوعتون رو پر و خالی هم داشته باشید. برای مثال مثلا من اومدم اینجا و یک قسمت رو اینجا سلکت کردم و با فرمان تریم این تیکه رو برای شما حذف کردم و به این شکل حالا ما یک قسمتی رو هم خالی داریم. رنگ هم میتونید اضافه بکنید، هچ هم میتونید اضافه کنید و این در واقع میشه یک مجموعه که حالا شما میخواهید ازش کپی های گروهی تهیه بکنید. فرمان آری با شورتکات یا مخفف AR وارد میشه. Select Object، Enter. به سه روش برای شما کپی های گروهی تهیه میکنه. رکتنگولار، حالت سطری ستونی به صورت یک شبکه منظم، پت در واقع طبق یک مسیر و بردار، و پولار حول یک نقطه. خب میرم سراغ شبکه اول، رکتنگولار. به معنی اینکه روش کلیک بکنید یک شبکه منظم به شما داده خواهد شد. در قسمت کالومز شما میتونید تعداد ستونها رو مشخص کنید. من تعداد رو به 20 ستون افزایش میدم. در بتوین فاصله بین ستون ها، اگر من عددم رو به نیم کاهش بدم، آبجکت ها همون جور که میبینید به همدیگه اتصال خواهند داشت. در قسمت روز، این قسمت توتال هم جمع این فاصله هاست. در قسمت روز هم شما فعلا سه سطر دارید. من این رو به 8 سطر افزایش میدم و حالا بتوین فاصله بین اون هاست. حالا این عدد 45 سانت رو مثلا به 35 سانت کاهش میدم که اینا از نظر اتصال به همدیگه نزدیک باشن. در قسمت لول شما در راستای محور زد هم میتونید موضوعی رو اضافه داشته باشید. اساتیو به هم پیوستگی است. بذارید روشن بماند که بعدن هر زمان خواستیم ادیت بکنیم و این تیک تایید رو بزنید. حالا شما یک مجموعه به هم پیوسته دارید. اما آیتم دوم و روش دوم از مجموعه آری، ممکن است شما یک مسیر داشته باشید. من با رنگ دیگری این مسیر رو برای شما ترسیم میکنم. حالا مسیر باید به هم پیوستگی داشته باشد، یعنی یا با فرمان آرک ترسیم شده باشد یا اگر لاین هست وسطش دیگه قطع نشده باشد، یک لاین ممتد باشد، و یا اگر میخواید در لاین و خط شما شکستگی داشته باشد حتما از فرمان پیلاین استفاده کنید که یک رسم به هم پیوسته داشته باشید. پس هر کدوم از اینها میتواند مسیر یا بردار ما باشد. حالا من میام و یک موضوع رو اینجا ایجاد میکنم. برای مثال یک رکتنگ دارم و قسمتیش رو اینجا اتصال میدم به مسیرم. حالا وارد فرمان آری میشیم، با شورتکی AR، Select Object، Enter، این بار مسیر
چند تا تنظیمات در بالا دارد. در قسمت آیتمز فعلا غیر فعال است، اما بتوین فاصله بین آبجکت ها رو میتونید تعیین بکنید. دلیلش متد و روش شما هست. در روشی که فعلا روی اون قرار داره میجر، ما میتونیم فاصله بین آبجکت ها رو تعیین کنیم. اگر متد و روش رو بذارید روی دیواید، حالا میتونید تعداد بدید. من در این مسیرم 20 آیتم میخوام. اتوماتیک فاصله بین آیتم ها رو یادداشت میکنه. روز شما میتونید در یک سطر هم در بالا یا پایین داشته باشید. لول هم در راستای سه بعدی، اساتیو به هم پیوستگی. بریم سراغ گزینه بیس پوینت. در حال حاضر نقطه‌ای که روی محور همه آبجکت های من رو داره نگاه میکنه گوشه بالای این رکتنگه. من میتونم بعد از انتخاب گزینه بیس پوینت وسط موضوعات رو بدم و حالا میاد و این در وسط قرار میگیره. آیتم بعدی که دارید نگاه میکنید، به محض اینکه محور من چرخیده و زاویهش تغییر کرده، موضوع منم از یک موضوع الاین در راستای X و Y تغییر پیدا کرده به زوایای مختلف. دلیلش روشن بودن گزینه ایست به نام الاین آیتم که هر زمان مسیر دوچار چرخش و یا حرکت میشه، موضوع هم به تابع اون حرکت میکنه. اگر خاموش کنید الان آیتم رو، موضوع شما دیگه دوچار چرخش نمیشود. تیک تایید رو بر میداریم. حالا دیگه اینجا میتونید محور و یا مسیر رو کلن حذف کنید و دیگه احتیاجی بهش ندارید و به این شکل حالا شما یک مجموعه به هم پیوسته دارید. وقتی به هم پیوسته باشه، من میتونم مثلا از میرور، کپی و آیتم های دیگه استفاده کنم و اون رو در راستای مختلف برای خودم داشته باشم. نکته این فرمان پت این هست که باید به صورت به هم پیوسته باشه. یک مثال خدمتتون عرض کنم. کاربردش در زمانی که شما بخواید برای رمپتون که یک رمپ چرخشی هست هچ بزنید، کاربرد بهتری خواهد داشت و مسیر حرکت رمپ رو مشخص کنید. فرض کنید که من یک مقدار از مسیرم رو صاف دارم به اندازه 5 متر. حالا مسیر من اینجا، اگر عرض رمپتون رو 3 متر در نظر بگیرید، حالا اینجا مسیر شما یک زاویه چرخش خواهد داشت. معمولا ما زاویه چرخش رو نسبت به عکس مسیر انتخاب میکنیم و ردیوسش رو هم 6.5 در نظر میگیریم. برای مثال فرض کنید من یک دایره دارم به شعاع 6.5. اگر خواستم بیام این رو در این مسیر قرارش بدم، این مرکز باید بیاد رو مرکز عکس شما قرار بگیره. پس به این نکته باید خیلی دقت داشته باشید. بنابراین من این آیتم رو برمی‌دارم و اینجا با ابزار موو از کوادرانت این رو اینجا قرار میدم. حالا یک آفست 3 به اندازه عرض رمپم خواهم داشت. حالا میتونم مثلا ادامه رمپ رو از جای دیگری ادامه بدم و مثلا یه چیز حدود 7-8 متر رو هم در اون طرف داشته باشم. اگر بخوام تریم رو اجرا بکنم، این آیتم و این ادامه رمپ اینجا برای من حذف خواهد شد. خب رمپ من ترسیم شده. ابتدا و انتهاش رو هم میبندیم معمولا. حالا میخواییم یک مسیر جهت حرکت رمپ رو مشخص کنیم. نکتش این است که شما معمولا میایید با دو تا خط زاویه دار این کار رو انجام میدید. بهتر است که نسبت به آکس باشد. برای این کار من از رنگ دیگری استفاده میکنم. بنابراین میتونم آفست کنم به اندازه 1.5 متر نصف عرض رمپ و آکس مسیرم رو به این شکل پیدا کنم. گفتیم که مسیر شما برای فرمان آری باید به هم پیوسته باشد. پس با فرمان جوین این سه قسمت رو من به هم وصل میکنم.
دقت کنید که مسیر باید به هم پیوسته باشد. اگر ما بینش قطعی بود، اگر اتفاق دیگه افتاده بود، بهتر است حتما قبلش ترمیم بفرمایید. حالا میرم سراغ ترسیم. یک موضوع رو از همین اول به این شکل اینجا رسم میکنم. حالا میتونم از فرمان آره استفاده کنم، موضوع رو انتخاب کنم و با پد بهش مسیر بدم. تعداد یا فاصله. اگر تعداد برامون مهمه، میریم سراغ گزینه دیواید و حالا من عدد 5 رو بیشتر در نظر میگیرم. 35 تا برای این مسیر، یا حتی میتونیم فاصله بینشون هر چقدر تعدادتون کم و زیادتر باشد اتفاق خواهد افتاد و حالا در طول مسیر براتون اجرا میشه. میتونید طبق معمول از بیس پوینت استفاده کنید، نقطه مبدا و مقصد بدید و هر زمان هم که خواستید موضوع رو کنترل بکنید. به این شکل میتونید ازش استفاده بکنید. بخش سوم مجموعه آره پولار هست که موضوع رو حول یک نقطه برامون میچرخونه. اگر من در ترسیمات هندسی دیده باشید، در ترسیمات نقشه کشی صنعتی، ممکنه ما بخوایم یک چرخ دنده ترسیم کنیم. برای مثال من یک سیرکل اولیه رو با عدد 0.3 ایجاد میکنم، بعد میام یک شعاع بعدی در نظر میگیرم و بعد در نهایت یک شعاع سوم. میتونید حتی جای حفره های چرخدنده رو هم مشخص کنید. با لاین شروع میکنم و اولین مقدار زاویه رو میدم. میرور رو هم که انجام میدید و حالا زمانی که دارید تریم میکنید، شما اولین اصطلاحاً دنده این چرخدنده تون رو به این شکل تولیدش کردید. حالا من میخوام این آیتم دور تا دور به یک تعداد منظم تکرار شود. آره، Select Object، Enter، Polar، Center Point. Items، تعداد 15 تا. Between فاصله بینشون، Fill زاویه چرخش، Rows در راستای دیگر، Level در قسمت سه‌بعدی، Associative به هم پیوستگی و تیک تایید. حالا میتونم با فرمان Trim این آیتمایی که دارم رو حذف بکنم که شکل ظاهری چرخدنده برای شما بیشتر قابل درک باشه. اگر قرار باشه اینجا حفره هایی هم داشته باشیم، مثلا به این شکل، اما تعدادشون کمتر، حول این خطی که مثلا میتواند یک خط آکس در طراحی های ما باشه، این رو رنگش رو تغییر میدم، نوع خط رو هم عوض میکنم و سایز خط رو هم میتونم کنترل بکنم. به عنوان یک آکس و محور شناخته میشه. حالا باز دوباره آره رو اجرا میکنم. این بار موضوعم رو انتخاب میکنم. روش پولار، سنتر پوینت، 6 تا حفره داشته باشه و تمام. و به این شکل شما میتونید ترسیمات هندسه منظمی رو به وسیله فرمان آری از روش رکتانگولار، از روش پت و از روش پولار تولید کنید.